در شهرهایی که 100% موفق بود و بعدش هم دیدین موفق بود، یعنی خطا کردین، خطا منتها شما مجبور بودین، حالا یه سوالش اما اون خطا نکرد. چند تا برنامه بعد از یک قرارداد ما انجام نشد و چیز بود، چند تا برنامه اجرا کردید؟ ایشون فرامشون که تنها اجرا کرده و برنامه گذار کی بود؟ آقای آلبرت. خب 12,000 نفر ایشون آماری که فروش 12,000 نفر فروختن. چند تا برنامه داشت آقای آلبرت؟ ایشون 10 تا برنامه. چند تاش اجرا شد؟ چند تاش اجرا شد؟ 6 تا یا 7. چرا؟ به دلیل اینکه آقای آلبرت خیلی آدم خوبی بود، واقعا هم ایشونو دوست داشت، یعنی طرفدارش بود، دلش میخواست یه کاری براش بکنه، با جان و دل میخواست انجام بده، ولی به نظرم زورش نمیرسید، به دلیل اینکه اون خسارت 500,000 دلار داده بود. حقیقتش اینه دیگه، 500,000 دلار خسارت داد. شما هم یه خسارت به خانم آتشین پرداخت کردین. بله. 100,000 دلار نمیدونم چقدر. 500 هم به نیدرلنده. ما هم پرداخت کردیم دیگه. ما هم ضرر کردیم. اون پولو که اون پول اون داد سه برابر. آره. پولی که پول 500,000 دلار که آلبرت داد. بله. 750 تا می‌خواستن، بعد تو میدییشن شد 500 تا گرفتن و رفتن. بله. اون 500,000 دلار کمر آلبرت رو شکست. به دلیل اینکه کنسرتی که شما جلوشو گرفتین در لاس وگاس، باز هم اشتباه کردین که من خودم اومدم به آقای چی بود چرمن نیدرلندر اسمش یادم نمیاد، بهش گفتم آقا جان این کنسرت 7,000 تا بلیت فروخته، یک ماه مونده به کنسرت، همه یه درآمدش مال شما بذارین بخونه، جلوشو نگیرین. قبول نکرد. چرا بگی ما گرفتیم جلوش؟ نیدرلنده گرفت. شما بودین باهاش دیگه. خب نیدرلنده قرار داده. امیر قاسمی عزیز، آیفون یه بدی داره، ضبط میکنن. خب بله. همونجوری که نشستی دارن ضبطت میکنن. جمالی حرف زده. گفت یس. وقتی که خبر دادگاه اومد تصویرشو دارم. اگر شما نگیدی چرا خوشحال انقدر؟ علی جان بخشی از قضیه بوده. علی جان گوش کن، علی جان تو اون ماجرای لاس وگاس شر بی خود را افتاد. یه شری که اصلا لازم نبود. کنسرت رو ما گفتیم همه ی درآمدش مال شما، بذاریم بخونه، جلوشو نگیرین. شما با اون کار چه کمکی به ایشون کردین با گرفتن که نخونه؟ اصلا از این بهتر نمیشد براش، یعنی اتفاق تاریخی بود براش، کمک بزرگی بهش کردیم. این اشتباه بود، خطا بود. من میدونستم تو نمیخوای. علی جان حساب شما، ببین حساب خودت رو از این ماجرا جدا کن. نه من مسئول توی ماجرا نه نه من زمانی بیدی. که من زمانی که وسط ماجرا شما دوباره خواستین کار کنین در منزل آقای نوشینفر، دوباره با شما دیدار کردم. بله خوب یادمه. آقای جمالی هم بودن. بله خوب یادمه. شما از جمله رو یادتونه؟
کدوم جمله؟ چی گفتی به من؟ من چی گفتم؟ نه یادم نمیاد. آقا نوشفر یادش الا. چی گفتم؟ شما من گفتید گوگوش با تو برنامه اجرا میکنه ولی یه شرط داره. آها. گفتم شرطش چیه؟ گفت بعد بری جو دوربین. بی غلط کردم. بی غلط کردم. بعد من به شما یه حرف زدم. حالا یه چیزی بهت بگم. نه نه گوش کن. نه نه یه جمله. نمیشه. نمیشه. بگو. شما برگشتم گفتم رو کردم آقای بوذرجمهری و آقای نوشیفر. گفتم آقای بوذرجمهری، آقای نوشیفر، گفتم بله. گفتم اگر من بگم اینو فکر کنید که این کنسرت برگزار بشه ما یکی 1 میلیون 1.5 میلیون میبریم خونه. آقای بوذرجمهری گفتن 1 میلیون نه، و یه نفری 500,000 دلار در میاری. گفتم من می‌خواستم شما به من بگید 1 میلیون که من رو این چیزی که شما داری در موردش حرف میزنی کاش آقای بوذرجمهری بود و شهادت میداد که این خواسته کی بود. گوگوش اصلا حرف من نبود. خواست حرف کی بوده؟ حرف خود گوگوش بود. خیلی خوب خودش خواست. خودت گفتی به من اینو؟ نه نه اصلا من همچین درخواستی نمیتونم از تو بکنم. من اصلا همچین درخواستی نداشتم. چرا باید همچین چیزی ازت بخوام؟ ببین علی جان، اون من نسبت به دوستان قدیمیم هیچ وقت بیمهری نکردم، کم لطفی نکردم. حتی شما در منزل آقای نوشینفر با آقای نوشینفر گفتی فکر نمی کردم مهرداد با من اینجوری برخورد کنه، اینقدر مهربان. بله درسته؟ من نشستم حرفا رو زدم گفتم اینجا یه گیری هست برای کار کردن شما. این ماجراست، این ماجرایی که یه شر بی خودی را افتاد. یعنی شرطی که ما گناهکارش نبودیم، ما خودمون هم می‌خواستیم یه اتفاقی بیفته برای گوگوش که ما هم ازش سود ببریم. نه بدون شک شما نمی‌خواستید روی ضرر کنیم. نه اینکه ما کسی که آقای مرتاد، آیا هیچ برنامه‌گذاری، آیا هیچ شخصی میتونست کاری که ما برای خانم گوگوش انجام بدیم؟ اصلا صحبتشو نکنید. این که اصلا شک نکنید جز شما کسی نمیتونست. آیا ما برای خانم گوگوش هیچ چیزی کم گذاشتیم؟ اصلا. ببین آیا ما جوابی گرفتیم؟ آیا ما در مورد دو تا موضوع مختلف داریم حرف میزنیم. خب نه یه مثلا در بخش ما دوست داشتیم گوگوش. 100% ما علاقه داشتیم گوگوش. نه 100% من اصلا شک ندارم به این موضوع. ببین علی جان، در بخش هنری پروداکشن اصلا کسی شبیه شما نبود که بتونه این کارو برایشون انجام بده. شانس بزرگی بود برایشون که شما پشت اون ماجرا باشین. برای اینکه من شاهد بودم، من میدیدم. من تلاش شما رو وقتی میگم سناریو مینوشتی برای نورپردازیش، یعنی برای هر آهنگش الان نورپردازیشون کیه؟ اصلا اون ترانه ها رو چی میدونه ازش؟ تو اون ترانه ها رو زندگی کرده بودی و درست کارتو انجام میدید بدون شک. این شانس ایشون بود. اما در مورد قراردادها و کارهایی که اضافه انجام شد، شر بی خودی را افتاد. تو هم جوگیر شدی، تو هم فشار آوردن بهت، تو هم نشستن شیرت کردن. نه اصلا کاری نمی کردم آخه. نه آخه کاری نمی که بعضی موقع کاری نکردن یعنی خیلی کار کردن عزیزم. خودت میدونی من چی میگم. الان من و شما نشستیم حرف میزنیم. خب من حرف میزنم، شما میگی بله بله بله، میگی به من چه خودش گفت. این سکوته یعنی خیلی حرف. اون کاری نمیکردم شما خیلی کار بود که میکردی. من در این که امیر قاسمی دلش میخواست با ایشون کار کنه، بهترین کارم براش انجام بده، شک نداشتم. شما هم به نظر من تو این کار آدم باهوشی هستی. شما هم آلبوم ها رو دیدی، ترانه ها رو دیدی، میدونستی الان دیگه پول میسازه، راهی نداشتی. چون کسی دیگه ای بود که نمیخواست این اتفاق بیفته. ایشون خطا نکرد. من اینا رو برای چی میگم؟ که بگم من پشت ناحق با نستادم. من اگه زور میگفت امکان نداشت قبول میکردم. من سرم رو ببر با پنبه، با زور نمیشه با من در افتاد. من اخلاقم اینه. شما سر منو میتونی با پنبه ببری، با تندی اصلا نمیتونی با من کنار بیای. یعنی حرف بد، حرف تند منو ناراحت میکنه، ناحق منو ناراحت میکنه. ایشون هیچ خطایی در مورد قراردادش با شما نکرد. من پشت کسی ایستادم
که شرفم رو گرو گذاشتم، گفتم مسعود جمالی منو وارد این ماجرا نکن، به ضرر تو میشه. فرقی نمیکرد، به ضرر اون میشه. نه حالا نه فرقی نمیکرد، من میخوام بگم در مورد تلویزیون شما ده. حتی در زمانی که ایشون داشت صحبت میکرد اسم پدر شما رو، من گفتم خدا پدرشون رو رحمت کنه. من گفتگو داشتم با آقای سپربند و از شما در اون گفتگو تعریف کردم. من آدمی نیستم به کسی بله قربانو چشم بگم. ایشون هم ناراحت شد از تعریف کردن. گفتم خب چی میخوای بگم؟ میخوام بگم کارشو بلد نیست، بهترین کارشو از همه بهتر بلده و برای شما بهترین رو انجام داده. سطح کنسرت ها رو آورد بالا امیر قاسمی. خب کرده این کارو، چی میخوام قایمش کنیم؟ خب چرا مثلا اگه من بگم یا نگم چه فرقی تو کارنامه امیر قاسمی میکنه؟ با نگفتن من، با سرپوش گذاشتن من چیزی نصیب شما میشه؟ ایشون کارشو بلده، منم گفتم کارشو بلده، گفتم برای شما بهترین کار رو انجام داده و هنوزم معتقدم شما بهترین کار رو برش انجام دادی و ای کار شما تو تیم من بودی. شما اگر تو اون تیمی که من درست کردم بودی، اصلا قصه یه چیز دیگه ای میشد. من دوست داشتم امیر قاسمی تو اون تیم باشه، برای اینکه من از نیمی از ماجرا خیالم راحت میشد. تمام فشار کنسرت ها رو من بود. کی بلد بود اونجا کارو به من بگو؟ آقای آلبرت بلد بود، کامبیز پسرشون بلد بود، خودشون بلد بودن، کی بعد این کارا رو میکرد؟ میدونی آقای آلبرت چقدر ضرر کرد؟ بله میدونم ضرر کرد، اما چرا ضرر کرد؟ شما جمع‌بندی کن 500 هزار دلار نیدرلندی رو در بیار، ببین آقای آلبرت ضرر کرد یا سود کرده. سودم کرده. میگه روی 1 میلیون دلار ضرر. نه عزیزم، من تو ماجراها بودم. یعنی چی؟ 7000 نفر تو سان فرانسیسکو عزیزم با تیکتای گرون بنده با ایشون میخوندم، خوشحال، همه خوشحال، نهار ما رو بردن، غذای دریایی دادن. سالن چند نفره بود؟ 7000 نفر. پس 7000 نفر پکت. پس حرف نیدرلندر درست بود جان؟ پس حرف نیدرلندر درست بود. چرا حرفش درست بود؟ عزیزم ما بحثمون لس آنجلس بود، نه فقط نه ما حرف ما آخه اصلا لس سان فرانسیسکو نبود در ماجرای شما. دو شب در لس آنجلس اصلا سان فرانسیسکو. علی جان شما داری پرواز میکنی به یه سمت دیگه. تو اون 10 تا برنامه‌ای که آقای جمالی از من خواست اسم سان فرانسیسکو نبود، لاس وگاس بود، دبی بود، لس آنجلس بود، اورنج کانتی بود که هر کدوم دو تا اینا واسه اسم سان فرانسیسکو نبود. نه نه اصلا نبود. نبود عزیزم. من قرمنو هنوزم اون قرارو دارم، هر بخواستی نشونت میدم. من نمیدونم. نه اصلا قرار حرف شما لاس وگاس ایشونو می‌خواستی بری سالن 7000 نفره؟ نه. دبی ایشونو می‌خواستی بری سالن 7000 نفره؟ آره. نه من بردمش اونجا 12000 نفر. میدونم شما بردیدش اونجا. درسته. خب چی شد؟ اون سالن نبودش که، اون سالن ساخته شد. اصلا من کاری به این کارا ندارم که سالن ساخته شد یا نشد، ولی آدم اومد. بله. هر جایی که من گفتم اون آدما اومدن. شما امکان نداره اون 10 تا برنامه که شما برایش هر جا ما رفتیم اون آدم اومد. که مال آلبرت نبود برای اون برنامه دبی دیگه، اصلا آلبرت وجود نداشت اونجا. آلبرت دیگه پول نمیتونست بده. نه نه بحث اون نبود، بحث این بود که اونم یک جریانی داره که در منزل آقای بوزرجمهری یک بخشی از پول رو ایشون دریافت کرده. آلبرت خیلی مرد خوبی بود. بله خیلی زحمت کشید، یعنی واقعا هم دلش میخواست یه کاری بکنه چون دوستش داشت، یعنی با قلبش اومده بود. ببین علی جان من اینو میدونم تو در یک دورانی با قلبت کار میکردی دیگه، بحث پول نبود، تو با قلبت رفته بودی جلو. آلبرت هم با قلبش تو بود ولی نمیکشید دیگه، به دلیل اینکه به این دلیل نمیکشید که اون 500 هزار دلاره که قرض کرد و داد فشار زیادی رو آلبرت گذاشت. خب زحمت زیادی شما برای گوگوش کشیدی؟ نه من زحمت اسم اینو سوال میکنم ازت. اما رفته رفته روز به روز طرفداران گوگوش با شما مشکلشون بیشتر شد. بله. و دشمن خونت شدن. طرفداران ایشون یعنی مردم یا روی اینترنت؟ روی اینترنت. آها.
وقتی شما میگی طرفداران ایشون، یعنی راجع به فریبا حرف میزنی؟ رویا بود، فریبا بود، کی؟ فریبا بود. آره. اینا چند نفر بودن؟ 30 نفر. درسته؟ همه‌شون رو به اسم می‌شناسن. یه گروهی درست کرده بودن به نام اسم ایشون و لاف. درسته؟ بله بله. شما اینا رو میگی طرفداران ایشون؟ نه عزیزم. طرفدارای ایشون کسانی بودن که تو کنسرت‌ها میومدن و با احترام با من رفتار می‌کردن. بنده در کنسرت‌هایی که با ایشون شرکت کردم هرگز آهنگ بابا کرمم رو نخوندم. چادر ننداز سرت رو نخوندم. چون میدونستم اگر من این ترانه رو بخونم اونور چه اتفاقی میفته. به ایشون احترام گذاشتم. ترانه هایی رو خوندم که مناسب اون کنسرت باشه و حال ایشون. بنده 10 تا ترانه میخوندم. ایشون 20 تا ترانه میخوند. میگفت چرا ترانه هاتو کم میکنی؟ گفتم برای شما میان، نه برای من. من حقو میگم، من اصلا خجالت نمیکشم. اون کنسرت ها برای ایشون میومدن، نه برای من. یه تعدادی خب برای منم میومدن که هیچکی برای من نمیومد. طرفداران مشترک هم شاید اونجا بود. خب اگه بیشتر واسه اون میومدن شما چرا باهاش میخوندی؟ عزیزم مجبور شده بودم. چرا؟ من نمیخواستم این، خود ایشون میدونه من نمیخواستم بخونم. خب نمیخواستم بخونم. بعد چی بود؟ یعنی اصلا علاقه ای به این کار نداشتم که برای اینکه من برای اون کار روی صحنه ساخته نشده بودم. آماده اون کار نبودم. ولی مجبور بودم. برای اینکه تمام این مسئولیت ها رو، تمام اون اتفاقاتی که افتاد، مسئولیت ها رو انداخت گردن من خود به خود. میدونی چی میگم؟ جایی که من وارد این موضوع شدم و نمیخواستم وارد بشم، تمام این مسئولیت ها آروم آروم افتاد گردن من. ولی دیگه من حرف میزدم، من قرار داده رو میبستم، خب مجبور بودم باش کمکش کنم دیگه. ایشون هم دوست خانواده من بود. با همسر من اینجوری بود، بچه من تو بغلش بزرگ شد. با مادر من اینجوری بود که حتی 6 ساله همون اینجوری حال مادر منم نپرسیده. بگذاریم. عواطف آنی، من اینا رو میگم عواطف آنی و همون لحظه، باید الان این عواطف باشه. رابطه عشقی بود؟ با کی؟ با گوگو. مگه ممکنه یه همچین چیزی؟ مگه شما فکر میکنی که با شناختی که از من داری و شناختی که از ایشون داری فکر میکنی همچین مسئلهی به وجود میاد؟ ایشون چند سال از من بزرگتره؟ همسن مادر من ایشون. من خیلی مخلصشم، خیلی هم براش احترام قائلم. همسر من 35 سال از ایشون جوانتر بود. عزیزم من، میدونی اشکال ما کجاست؟ همونجاست که میگیم کارنامه همدیگر رو نمیبینیم. من مهداد بودم با ایشون شروع کردم به کار. نمیتونست مادرت بشه. چطور؟ کامبیز با من همسنه؟ کامبیز همسنه منه؟ آمیشون. چطور ممکنه همچنه؟ چه نمیتونه مادر من باشه؟ ولی خب سن تو عشق ربطی نداره. چطور ربط نداره؟ ایشون اصلا دیگه تو مایه ها نیست عزیزم. ایشون آدم 30 ساله نیست که شما راجع بهش اینجوری فکر میکنی. سواله شایعه بوده همیشه. میرسی به جایی که باید برسی. یادت از من چی پرسیدی؟ گفتی وقتی که تو اومدی کاری هم با کسی نداشتی، همه با نوشینفر دشمن شدن، همه یه شایعه در آوردن. درسته؟ همونا اینا رو در آوردن. چطور اونجا اونا شایعه است، اینجا قبوله؟ ملت ما علی جان اگه بخوان یه ماجرایی رو بپذیرن، الان من بگم اینجا بوده، میگن آه دیدی گفتیم بوده. اما اگه بگم نبوده، دروغ میگه بابا، بوده. اون چیزی رو که میخواد باور کنه باور میکنه. اصلا من اینجا چی جواب میدم مطرح نیست، جواب من مطرح نیست. اصلا ایشون توی مایه ها نیست. سن و سال ایشون، وضعیت ایشون، خانواده من، بچه ای من 6 سالشه. چطور ممکنه؟ شما به من بگو چطور ممکنه ایشون با یکی رابطه عشقی داشته باشه ها؟ و ماهان به دنیا بیاد. شما فکر میکنی وقت با ایشون میشه اصلا صحبت کرد؟ رابطه ما یه رابطه خانوادگی بوده، پسرش میدونه. من 5 سال 6 سال با ایشون فکر کنم کار کردم، نمیدونم چند سال، 4 بار منزل ایشون نرفتم. اگر 4 بارم رفتم با خانوادم رفتم. ایشون همیشه منزل من میومده، ایشون همیشه میومده.
در کنار خانواده من، مادر من، همسر، اصلا من خودم تو این مایه ها نیستم که خانوادم رو ول کنم به خاطر که الان منفعتم. این عشق نیست، این منفعت اسمش. از طرف من میتونه اینطور باشه، شاید از طرف ایشون اگر یک خانومی که سنش بیشتر از یک پسر جوون عشقش حقیقی باشه، ولی مطمئن باشون پسر جوون عشقش حقیقی نیست. من خودش رو دوست داشتم، من گوگوش رو دوست، الان هم دوستش دارم، الان هم دوست ندارم ناراحتیش رو ببینم. حالا حرف میزنیم نمیزنیمش مهم نیست واقعا، شاید هم میزنیم شاید هم نمیزنیم. چند وقت با همکاری نداریم؟ همکاری از سال 2008، از سال 2008 پس از کنسرت نوکیا تئاتر. 7 سال دیگه، 2015 شد. 7 سال شده. بله 7 ساله که، البته 2 سال قبلش هم من کنسرت های کوداک تئاتر ایشون بود، 2 شب پشت سر هم که خودشون تنها میخوندن، آقای نوشینفر هم بودن اونجا. بله. لطف کردن. عکس بگیرید. بله. و دیدن که چه نظمی اونجا برقرار بود. دیدن که اگر آدمایی که لازم نبود اون پشت باشن چه جوری فرار میکرد. من برای اون کنسرت شب سپید رو به ایشون دادم و تموم. و دیگه من برایشون آهنگی نساختم و گفتم هم در مصاحبه تلویزیون، گفتم دیگه من آهنگی برایشون ندارم. برای تحمل روز سیاه به تو فکر میکنم، برای تصاحب رویای ما به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم، به تو فکر. من کارامو کرده بودم، من هنوزم ایشونو دوست دارم، ایشون بخشی از خانواده من بوده. مگه میشه 6 سال 5 سال 6 سال یکی تو خونت صبح تا شب تو خونت باشه، بچت تو بغلش بزرگ بشه و دوستش نداشته باشی؟ من با ایشون لحظه های خوب داشتم، لحظه های بد داشتم، اختلاف 100% دارم، اختلاف دارم با ایشون. من چرا؟ خب علی جان راجع به اختلافاتم حرف میزنم، اما این چیزایی که من امروز دارم میگم شاید هیچ وقت نگفتم، مثلا دوست نداشتم بگم، اما با علیرضا امیرقاسمی میگم، با کسی میگم که یک طرف دعوا بود. ها؟ با کسی میگم که این حرفای منو، حرفای دله، حرفای خودش، حرفای دله، تو قاب نذاره ازش سوء استفاده کنه. من میدونم تو هدفت چیه، من با تو حرف زدم 4-3 ساعت 4 ساعت قبل از این ماجرا باهات حرف زدم، به همین دلیله که امروز کنارت نشستم، اتفاقی که 5-6 سال نیفتاده و خوشحالم که این کارو دارم میکنم. من با نهایت احترام به همه همکارام، من شوهر دوستش دارم، من بابا رفیقمه، شوهره رو بیشتر از گوگوش دوستش دارم، باورت نمیشه. شوهره خیلی باحاله، اما خب گوگوش هم دوستش دارم. بابا تو خونه من زندگی کرده، خوب و بدش رو دیدم، گریهش رو دیدم، نقطه ضعفاش رو میشناسم، نقطه های مثبتش رو میشناسم. ایشون شاید روی صحنه برای مردم یه چیز دیگه ای باشه، اما برای من رفیق منه و من همیشه با احترام باش رفتار کردم. و این ماجراهایی هم که در آوردن، خب فکر کن خلی جان، شما غزاله رو دیده بودی؟ یه دختر جوان گناه نداشت؟ یعنی به هیچی رحم نمی کنین؟ هر کی به هر کی میگه سلام، یعنی یه خبری هست؟ میتونم سوال کنم چرا جدا شدی اصلا؟ جان؟ چرا از خانم جدا شدی؟ از غزاله؟ من از غزاله جدا شدم سال 2010، یعنی 2-3 سال بعد از قطع رابطه با خانم آتشین. عزیزم ایشون، بذار من سوال کنم، چیزی که تو میخوای بپرسی بذار خودم بگم، ایشون هیچ نقشی در جدایی من نداشت و نمیتونست داشته باشه، چون من آدمی نبودم که زن بچه‌مو ول کنم به خاطر نه پول، نه کسی دیگه، نه شهرت، نه بخاطر هیچی. حاضر نبودم این کارو بکنم.
همسرم هم میدونست. من این که هر شب تو خونم هم از تو خونم بیرون نمیرم، غزاله من میشناخت، میدونست من چجور آدمی هم. در ضمن ایشون هم خیلی محترمه عزیزم، ایشون دیگه 30 سالش نیست. میدونی داستان چیه؟ داستانی که ایشونو همه با بوگوشی که در ایران و اون حرفا مقایسه میکنن، اصلا ملاحظه هیچیشو نمی. بابا احترام بزنیم به سن و سالش نگاه کنیم. ایشون اگه بانوی محترمه، چرا هر کی با هر کی هر... مگه در مورد بعد از من در مورد کسی دیگه شما با ایشون نشنیدی؟ کمکم کن. نه. چرا؟ شنیدی، خودت بهم گفتی. کدومو؟ آه بگو. یلا نمیاد جون. شما در مورد رها اعتمادی به من نگفتی؟ آه بهم گفتن شایعه است. ها؟ چرا گفتن شایعه استش برای شما؟ شما نگفتی به من که شایعه شده که ایشون به شما چی گفتم؟ گفتم امکان نداره. گفتی بله. گفتم امکان نداره. این شما میگم چه کاری نمیکنه. من اینکه من میشناسمش. شو ایشون رو همه رو وصل میکنم به دوران آقای وثوقی و نمیدونم. بابا اصلا تموم شده اون ماجراها. فضای ذهن ایشون دیگه این چیزا نیست. چیه؟ ایشون دنباله ببین 20 کسی که 25 سال میشینه توی خونه یا به اختیار میشینه یا میشوننش تو خونه. ها؟ شما فکر کن مجبور بشی 25 سال تو حبس باشی یا به اختیار خودت دوست داری حبس باشی که خوش میگذره بهت چون خودت انتخاب کردی، یا به زور میشوننت و بهت بد میگذره. ایشون در این سالهای اخیر 3-4 سال اخیر نشون داد که نمیتونه بشینه، پس نشوندنش تو خونه. ایشون میخواسته بخونه، صحنه رو دوست داره، ایشون همینو میخواد، میخواد بخونه. به نظر من تلافی اون 25 سال رو میخواد در بیاره. 20 سال و حس غم انگیزیه علی جان. در اوج جوانی، در اوج که میتونسته بهترین زندگی رو داشته باشه، در حبس بوده. حالا یا خودش خواسته، اگه خودش خواسته که خوبی چه؟ خب خودش خواست که از اینجا رفت. خب بعد ببینی چه شرایطی داشته که اینجا رفته. بد. شرایط بد داشته. خب پس این بچه هایی که اینجا دووم آوردن حقشون اون کامنته نبوده. شما که یه 6 ماه نتونستی اینجا تحمل کنی، فرار کردی رفتی، یعنی نباید به شهرام شپره احترام بذاری که 25 سال اینجا پدرش در اومده؟ چرا دیگه باید احترام بذاری دیگه؟ باید حقیقت رو قبول کرد که ترانه رو نگه داشتن، صنعت ترانه رو نگه داشتن که امروز شما میتونی رو صحنه بخونی. بریم سراغ قصه کنسرتی که سر صدای زیادی داشت و قرار بود اتفاق بیفته و صحبت از حضور گوگوش و داریوش روی صحنه بود با هم. بله علی جان، این اتفاقی بود که به نظر من باید میافتاد و در اون دوره‌ای که من به عنوان یک دوست، به عنوان یک مشاور، به عنوان یک همکار برای ایشون همیشه شاید بهترین ها رو میخواستم. اگر ببین یه موقع شما یه کاری رو میخوای بکنی تواناییشو نداری، ها؟ بله. ولی بهترین رو میخوای یا امکان به وجود آوردن اون بهترین ها رو نداری، ولی من بهترین رو میخواستم براش و فکر میکردم در اون مورد، در اون دوران این بهترین موو بود برایشون. حالا اتفاقی که افتاد، آقای مشیت که درامر هستن، میشناسینشون؟ در زمان جازیست. بله. داریوش درامر آقای داریوش هستن. بودن نیستن دیگه؟ خب چقدر بد. ایشون اومدن بوتیک من چند بار و یک روز تلفنشون رو دادن دست من و آقای داریوش اقبالی پشت خط تلفن بودن. سلام و احوال پرسی کردیم و ایشون خواستن که من برم منزلشون. من هم رفتم منزلشون. اولین بار بود که بعد از این همه سالی که من در خارج از کشور هستم ایشون رو نزدیک می‌دیدم. ما هیچ وقت دیدار نداشتیم.
خیلی محبت داشت، پسرش خیلی بانمک بود، کلش اینه کله مرزاد بود، میلاد کلش اینه کله مرزاد منه، من با کلش بازی میکرد. من داروش نگاه میکردم دوستش داشتم، میدم این داروش مثلا بچگی های منه، خاطرات منه. صحبت هایی که کردیم من چند تا موضوع رو با ایشون مطرح کردم. یکی این که اگر پیغامی برای ایشون میفرستین توسط پنجه طلا، نمیتردیم پنجه نمیدن که همون دوستان عزیز، شما داریوشی، شما نهاد پیغام بفرستی براش یه بار دو بار، گفت نه نه اینجوری نبوده، توضیح داد و من اینا رو صادقانه میگفتم. من اون موقع با گوگوش کار میکردم، رفیقم بود، ولی به داریوش هم اشتباه نگفتم، گفتم نفرست پیغام براش که اون جواب نده، این خیلی بده. ما قرار گذاشتیم که گفتم داریوش جان اگر شما میخوای این برنامه ها اجرا بشه، من یه پیشنهاد دارم، منم فکر میکنم الان وقتشه که یک آلبومی شما منتشر بکنید با ترانه های شهیار قنبری، ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، اونایی که تو تیم شما هستن و تو تیم خانم آتشین هستن، با هم یک آلبومی رو منتشر کنین، چند تا آهنگ با هم بخونین، یه 6 ماه یه سال هر دو بشینین، یعنی نه شما برنامه اجرا کن نه ایشون برنامه اجرا بکنه، ما بیایم روی این موضوع کار کنیم و از درآمد این کنسرت ها یک ساختمون رو در لس آنجلس بخریم و تقدیم هنرمندان کنیم. بالاخره 7 تا 8 تا 10 تا کنسرت و از یاران شما، دوستان قدیمی شما دعوت کنیم که بیان توی این کنسرت ها، مثل آقای شهریار قنبری، آقای حسن شمعی زاده، آقای ایرج جنتی عطایی، بیان و توی این کنسرت ها شرکت داشته باشن و یک گروه مجهز فیلم برداری داشته باشیم که شون میتونن شهادت بدن. گفتم علیرضا امیرقاسمی رو بیارین که از پشت صحنه تا روی صحنه، حالا اینجا حسن شمعی‌زاده داره میاد، گفتم اینو پیپر ویو کنیم، یه کار بزرگ برای جامعه هنری توسط دو تا از بزرگان انجام بدیم. داروش خیلی استقبال کرد، دست داد، گفت از امروز برادری. مشیت اونجا نشسته بود، گفتم من از این دسته میترسم فقط، گفتم نه ما برادریم. باش، ما رفتیم با خانم آتشین صحبت کردیم، توضیح دادیم و یه نیمچه رضایتی من گرفتم. اولش با تندی که اصلا دوست ندارم بگم ایشون چی گفت، نه به نسبت به من، نه به من، نه نسبت به این کار، آره نه به نسبت به من، بعد یواش یواش آروم و بعد تقریبا قبول کرد. چند روز گذشت و من میخواستم قراری بذارم که این دوتا هم دیگر رو ببینن و کنسرت ها رو شروع کنن، برنامه این برنامه آلبوم رو شروع کنن. کنسرت نوکیا تیتر ما داشت آماده میشد به روی صحنه، ایشون هم توی اورنج کاونتی مثل این که کنسرتی داشتن و پوسترهای ما رو هم اونجا گفتن بزنین، یعنی برادری رو ثابت کردن، پوسترهاشون پوستر کنسرت و حتی روی صحنه هم مثل این که کنسرت ما رو اعلام کردن. ایشون اینا رو مشیت گزارش میداد که ایشون این کار کرده. خب این خانم هم یواش یواش آروم و متمایل به همکاری. پارسید به کنسرت نوکیا تیاتر و من اون شب دیگه موتورم سوخت، این دیگه نمیکشید بدنم. چرا؟ واقعا دیگه نمیکشید بدنم. چرا؟ خسته شده بودم علی جان. از چی؟ از همه چی.
از همه چیز خسته شده بودم. علی جان امروز یه منیجر 15% میگیره 20% میگیره ها؟ میگیره یا نمیگیره؟ آره؟ راحت راحت. من 5 میلیون دلار برایشون پول گرفتم، ثابت میکنم این 5 میلیون دلار. 20% چقدر میشه؟ یه میلیون دلار. من این پول نگرفتم. بگو شما یک سنت. همه کسایی که حرف در آوردن برده خورده اصلا این حرفا نبوده. ایشون بیاد بگه منم میگم. ایشون هنوز یه چک پیش من داره مبلغ 50,000 دلار. من عکسشو برای شما میفرستم، پشت روی چکو برات میفرستم، ایشون نشون بده. من و این پولو کشم نکردم، نقدم نکردم، ولی ایشون شاید فکر میکنه من این پولو گرفتم. من نگرفتم. چرا؟ نخواستم بگیرم. زیرش نمیشه بابت دبی. من هرگز این کارو نمیکردم. هیچی پول نگرفت. بابت این کاری که براش کردم یک سنت. ولی خوندن رو گرفتم. بله من آواز خوندم پولمو گرفتم. زیادتر یا کم؟ بیشتر. چند برابر؟ دو برابر. آه. معلومه. بچی؟ نه خیر برم همه این کارا رو بکنم همون پولو بگیرم بخونم. دوستان دیگه ای من که اگه جای من بودن 5 برابر گرفتن که عزیزم. دستمزد آقایون مگه 20,000 دلار نبود؟ چجوری شده 100,000 دلار؟ کمپانیا خیلی پول دارن، آلبوما خیلی میفروشه. به چه مناسبت این قیمت رفته بالا؟ صدقه سر گوگوش. صدقه سر گوگوش قیمتا شد 5 برابر. مگه از اینه؟ نه. فرست کلاس میخواستن دوستان؟ هیچ وقت. پرزیدنشال سویت میخواستن؟ هرگز. بعد از گوگوش میخواستن یا نمیخواستن؟ چرا چرا؟ چرا نباید راستشو بگین؟ بعد از کدوم گوگوش؟ جان؟ بعد از گوگوشی که اومد با امیر قاسمی؟ عزیزم این امیر قاسمی عزیز بعد از اتفاقاتی که پس از قرارداد شما در کانادا افتاد و همه متوجه قراردادهای شما، نوع قراردادها، نوع برخورد شما شدن، همه دیگه یه چیز دیگه میخواستن. وقت من برم با ایشون بخونم مثلا همون دستمزد خودم رو بگیرم. آخرین دستمزد بنده که آقای بوزرجمهری برای من توی کلاب گرفته 17,000 دلار بوده، زمانی که بنده با ایشون کار نمی کردم. آقای بوزرجمهری برای من تو کلاب تو هالیوود این پولو گرفته و رفتم خوندم. بنده 25,000 دلار می گرفتم با ایشون می خوندم. ترسم ندارم. یعنی از 17,000 دلاری که آقای بوزرجمهری 8,000 دلار بیشتر می گرفتم. حقم بوده این پوله بگیرم یا نه؟ این همه زحمت 25 تا. نه کمتر نه بیشتر. چند تا کنسرت با ایشون خوندم، همش مشخصه. هر پولی که به حساب من وارد شده مشخصه، هر پولی هم که به حساب ایشون وارد شده مشخصه. خب دست داریوش چی شد؟ من بریدم نوکیا تیاتر، یعنی دیگه اصلا جون نداشتم. من این صحنه‌ای که برای تعریف میکنم خودم یادم میفته گریم میگیره. من پشت صحنه تو نوکیا تیاتر نشستم که آماده بشم برای برنامه. سیروس کردونی که ویدیو میگیره در رو باز کرد، دید من پهن زمینم از خستگی. گفت چی کار برات بکنم؟ گفتم پسر منو برده بیار. تنها کسی که الان میتونه منو نجات بده مرزاد. گفت فقط مرزاد؟ گفت فقط. گفتم فقط مرزاد. اون جلو نشسته، میره سیروس اینا بپرسین ازش، میره اون جلو میگه مرزاد خان بابای شما میخوان شما رو ببینن. غزاله میگه منم بیام. میگه شما نه، فقط آقا مرزاد. مرزاد آورد بغل من، یه ذره بغلش کردم، یه ذره آروم شدم. من اصلا نمیتونستم برنامه اجرا کنم اون شب از خستگی. کنسرت تو کی گذاشته؟ گوگوش. گوگوش کی داره کاراشو میکنه؟ مرتون. بهراد مثلا. بهراد. بهراد کنسرت گذاره؟ از کنسرت چی میدونه بهراد؟ وکیلش بود. بله. کارا رو دوشه کیه؟ مهداد. باید کیا رو جمع بکنه؟ مواظب کیا باشه؟ شهرابی؟ یعنی یک فشار وحشتناک. باید جلوی هرچی دزده بگیره. من غیر از این علی جان، من جلوی دزدی رو گرفتم. من نمیذاشتم کسی پول زیر میزی بگیره.
این خانومی که الان در کنارته که انگشتر میخرید 200 دلار میومد به ماها میفروخ 300 دلار، این خانومی که الان در کنار شماست خانم گوگوش در کنار ایشونه، همین خانومه اسمش مهم نیست، نه اصلا مهم نیست، مهم نیست که اسمشو بگیم. عزیزم این خانومی که در کنارت شراب 400 دلاری برات میخرید، تعقیبت میکرد در خیابون، اومدی تو خونه من با چشم گریون گفتی این دیوانه است منو تعقیب میکنه تو خیابون، همین خانومه که میشینه جلوی کنسرت گذار میگه 170 هزار صدات هستا، بگی دروغه صداتو پخش میکنم اینجا، 170 هزار دلار بدین، 85 هزار دلارش مال منه، 85 هزار دلارش مال خانم گوش. ببخشید شما یعنی خود گوش نمیدونه اینا؟ من چه میدونم میدونه یا نمیدونه؟ آقا دستمزد برابر میخواد. ببین کار به کجا رسیده، یعنی کسی که چمدون میکشیده شاگرد پاده بوده به میکروفون میگه بلنگو، حالا دستمزد برابر میخواد، 85 تا بالا منه که بذارم سوار هواپیما بشه. ببخشید بچه صغیره مگه؟ راجب یک بوت مردم ایران حرف میزنی؟ راجب کی داری حرف میزنی؟ اصلا میفهمی چی میگی؟ شلخته؟ این داستان ها در زمانه اصلا وجود نداشت. خانم فرانک در دبی میشناسین شما؟ بله محمودی. بله از ایشون بپرسین، ایشون گفت بنده اینقدر میدم اینقدرش مال شما که ایشون گفتم اصلا خانم از این حرفا با من نزن، من از این چیزا قبول، من مگه من باج خورم؟ تو جرنش بودم. اگه موافق هستی بقیه گفتگو رو بزنیم برای من. کسی که اصلا 200 دلار بلد نبوده بشموره. در برنامه بعدی آن گفتن سخت‌تر از گفتن، من بریدم، من باید خطای خودم رو بپذیرم. قرار گذاشتیم که کار کنیم یا نه؟ کدوم یکی از شما گفتیم ما میخواییم کنسرت با تو اجرا کنیم؟ من گفتم نه، خودم بهش گفتم. جوابه چی کار کنیم؟ تا یک تا ساعت میخواست بشموره 7 دفعه گیج میشد، چون این فرصت رو از دست داد. همه چی به هم ریخت. یه اتفاق تاریخی بود برای موسیقی ما، همه متحد. قبلش بدون شک زندگیمو کوچیک میکنم، خودمو کوچیک نمیکنم. تو کارنامه‌شون 4 تا کار موفق نیست. با تیخ نمیتونی پاتوشون، یعنی چرا؟ قرارمون همین مردم برای نگه داشتن.